سلام و درود دارم به شما دوستای خوبم. علی وزیری وصال هستم با قسمت چهارم دوره مقدماتی رایگان فتوشاپ. امیدوارم که دوره‌های قبل رو حتما مرور کرده باشید، قسمت اول، دوم و سوم، و امیدوارم که توی این قسمت هم لذت ببرید. این پست رو حتما برای خودتون سیو کنید و ارسال کنید برای کسایی که واقعا فتوشاپ رو دوست دارن. بسیار عالی. بریم سر اصل مطلب، که تو دوره قبل، یعنی قسمت سوم، تو قسمت قبلی قسمت سوم چی یاد گرفتیم؟ یاد گرفتیم با ابزار زوم آشنا شدیم که چطور عمل میکنه و برای توی کاریه، و توی قسمت آپشن بار چه تیکاش به چه فعالیتی میانجامه، و با هند آشنا شدیم، با ابزار هند که ما میتونیم با استفاده از دست چه عملی انجام بدیم، و گزینه‌ای به نام لایه ها و توضیحاتی که در مورد این کلا گزینه‌ای که اینجا هستش آشنا شدیم. پس حتما مرور بکنید و به این قسمت بیاین. بسیار عالی. توی این قسمت میخوایم چی یاد بگیریم؟ توی این قسمت میخوایم یه پروژه رو اجرا بکنیم که با ابزار یک تکس که نوشتن متن هست آشنا بشیم، و شیپ سازی که قشنگ یک پروژه رو اجرا بکنیم براتون. یک پروژه هست، من اینو نشونتون میدم، ببینید. به این صورت میخوایم یک متنی بنویسیم، یک پستی بسازیم برای اینستاگرام با یک متن بسیار خوشگل و یک تصویر بسیار زیبا، که تو دوره قبل برای انجام این کار تا سنت سازی و عکس آوردن توی فتوشاپ آموزش دادن. بسیار می‌بینید سر از مطلب، ما یک سندی می‌سازیم، قسمت فایل، نیو، 1080 در 1080 ریزولوشن 300، حالا این کافیه، پیکسل در اینچ، RGB، من سفید باشیش مشکل نداره. خب این یک پست مربعی برای اینستاگرام. خب گزینه بعدی عکسمون هستش که ما دوباره به فایل میریم، میتونیم کنترل او بزنیم، همون چیزی که یاد گرفتیم، کنترل او توی قسمت پوشه مخصوص عکسمون رو انتخاب کنیم و اوپن. بسیار عالی. با استفاده از ابزار موف تولز که وی هستش انتخاب پیچ میکنیم، با موس میگیریمش و توی این سندی که اینجا آغازش کردیم و میذارمش. خب ببینید عکسمون خیلی هنوز بزرگه، من یک ذره کلان با استفاده از چیزی که تو قسمت قبل از زوم یاد گرفتیم کوچیکش میکنم. میریم عکسو میخوایم چیکار کنیم؟ کوچیکش بکنیم. چیکار باید بکنیم؟ روی لایه ها که اگه برید روی قسمت عکس اگه باشید میتونید این کار انجام بدید. من یک کپی دیگه از این عکس میگیرم، کنترل آلت جی، یک کپی میگیریم و اینم چشمش رو میبندیم، رو این قسمت هستیم. حالا کنترل تی رو که بزنید دستگیره های کلا کوچیک بزرگ کردن این عکس فعال میشن. خب من آلت و شیفت رو با هم میگیرم و با موس روی دستگیره ها یک گوشه سمت داخل میکشم تا عکسمون رو کوچیک تر کنم. عکسمونم جا به جاشون بکنیم تا یه حدی. بسیاری. خب با زوم میارمشون نزدیک. خب بسیار عالی، یه بستر خیلی زیبا. بازم با موف تولز میتونیم انتخابشون کنیم و یکم جا به جاشون. بسیار عالی. میخواییم با گزینه تکس، یعنی ابزار تکس که متن نویسه آشنا بشیم و کلان شیپ سازی. اما خیلی چیز جالبی که من میخوام بهتون یاد بدم، فارسی نویسی هم هست، مشکل فارسی نویسی فتوشاپ که من در آخر مرحله آخر بهتون یاد میدم. ولی اینجا میخوام فعلا انگلیسی بنویسیم، یه متن انگلیسی داریم. بسیار تو گزینه تکس ما اول تکس رو انتخاب میکنیم، میتونیم گزینه کلید میانبره این ابزار هم تی هستش، میتونیم تی رو بزنید انتخابش بکنید. خب در آپشن بار موضوعاتش اومد. خب روی عکسمون کلیک میکنیم، تو لایه ها نگاه بکنید، یک لایه تکس اجرا شده، یعنی فعالی که برای نوشتن، یعنی شما روی کیبورد بزنید ببینید مینویسه و فارسی هم داری مینویسه. بسیاره. خب آلت و کنترل میزنم به انگلیسی. خب متنمون چی هستش؟ ما یک متن خیلی زیبایی میخواییم بنویسیم، Life is a collection of the lead
little moments. بسیاری معنی هم حتما. خب ببینید ما در تکس الان هنوز فعال هستش و در حین تایپ ما میتونیم، خب یه گزینه هست به نام توی آپشن بار به نام فونت، یعنی نوع فرمت تایپ، یعنی نوع تایپ، نوع نوشته، میتونیم این فرمت رو تغییرش بدیم. خب در قسمت فونت ها که بزنید، خب من توی حتما توی کانال من مجموعی از فونت رو براتون قرار میدم. ببینید ما چند نوع مدل نوشتن فونت به صورت انگلیسی داریم، هم فارسی هم انگلیسی. ببینید من یه فونتی رو انتخاب میکنم به نام مریاد عربی. خب میتونیم انتخاب بکنیم. بسیار عالی. تو این گزینه که اینجا هستش که آپشن بار برای تکست، ما فونت رو میتونیم تغییر بدیم. اگر این گزینه فعال باشه، شما به حجم حروف، یعنی به حجم یا حالت حروف انجام میتونید. تو قسمت ریکولار، یعنی همون چیز پیشفرض خود متنه، یعنی معمولی که ایتالیک، یعنی حالت کج، یعنی به صورت حالا ایتالیک بهش میگن کج قرار میگیره، و بولد چیزیه که حجم هر حروف رو میبینید بزرگتر میکنه. این گزینه دیگه میتونید انتخابش دست خودتون. خب من انتخاب میکنم همون گزینه پیشفرض خودش زیباتره، ظریف‌تر هستش. گزینه بعدی که توی تکس زوره بیارم روش هستش سایز این نوشته هستش که ما توی قسمت اینجا توی این قسمت توی آپشن بار نشون داده. میبینید من میتونم به چند حالت 21 حالا قرار میدم و شاب، و اینجا هم نوع حالت نوشته از چپ به راست، کلن وسط و راست به چپ هستش، و رنگ فونت که اینجا سفید هستش، ما میتونیم مشکی بکنیم به هر رنگی که دوست داریم و مطابقت میکنه با طرحمون، و اینجا حالت و چیزایی که دیگه بعدا میدونم گفته میشه. بسیار عالی. شیپ سازی، ما میبینیم که موقع که متنمون رو نوشتیم میخواییم بیشتر متنمون به چشم بیاد، یعنی خودشو بیشتر نشون بده. خب یک بستر، یک بیسی براش میتونیم اجرا بکنیم. چیکار میتونیم بکنیم؟ میریم توی قسمت این گزینه، این ابزاری که اینجا هستش انتخاب بکنیم که کلید میان بارش هم یو هستش، انتخاب که کردید یه بستر خاصی میتونیم استفاده بکنیم برای متنمون. متنمون رو میتونیم به این قسمت، به این صورت بکشیم این شیپ رو. ببینید من شیپ هایی که این یک مربعیه که یک مستطیلیه که دورگرده، میبینید اینجا یه ابزاری برایش، یک گزینه توی حالت یه پروپرتیسی برایش باز شد که گوشه هاش رو میتونیم دورگرد ترش کنیم یا نه تو حالت پیچفرز خودش قرار بدیم. بسیار که توی دورهای بعدی، توی دورهای پیشرفته بهتون مفصل میشه، بهتون رو توضیح میدن. خب ما این شیپ و بستری که براش ساختیم رو میتونیم بزرگ کوچیک کنیم. الان ببینید خب متنمون رفت زیر بیسمون، چیکار باید بکنیم؟ توی لایه ها این قسمت ببینید بالای متن قرار گرفته، پس لایه ها رو اینجا بیشتر درک میکنیم. متنمون رو کلیک میکنیم میکشیم به بالای این قضیه، این بیس، این شیپ. حالا بستر، اون بیس، اون شیپی که ساختیم، رنگش رو میایم انتخاب میکنیم. رنگ نیا کنیم توی گزینه لایه ها، این قسمت یک گزینه ای داره که حالا دارم با موس نشون میدم، میتونید با استفاده از قطره چکان رنگش رو انتخاب کنید. ببینید من اینجا تو این قسمت کلیک میکنم، کالر پیکر انتخاب شد. این گزینه رو مثلا من سبز میخوام انتخاب کنم، سبزی که حالا توی جنگل تو این درخت ها هستش، انتخاب میکنم و حالا رنگ متنمو میام روی قسمت متنم، روی لایه متنم کلیک میکنم، انتخاب میشه کامل، اینجا سفیدش میکنم، چیزی که متضاد بابا بستر باشه. بسیار عالی. عزیزان من، صفحه آرایی یا اینکه چیدمان صفحه خیلی مهمه که شما اونو رعایت کنید و به ارزش و مهارتتون بیشتر اضافه شده. اگه شما مهارت چیدمان رو بلد باشید، حتما اینو بدونید یکی از مهمترین گزینه هاست که من دورش رو حتما براتون قرار خواهم داد توی
و انشالله استفاده ازش خواهید کرد با امید خود. خب ببینید، من فونت بزر کوچیک بزرگ کردم با استفاده از کنترل تی. هم کنترل تی میتونیم بزرگ کنیم، هم با استفاده از سایزی که خودی داره. من تی رو انتخاب میکنم، میتونم کوچیک ترش هم بکنم، ولی خب به همین چیزی که دیده بشه یک بسته. و این بیس رو میتونم با استفاده از یک طرف این بیس اومده باشه. ببینید من اینو میکشم، اینم همینطور تو این قسمت قرار میدم. خب کافیه، اوکی. ببینید ما یک فونت، یک الان یک پستی رو ساختیم برای این استامون بسیار زیبا با یک متن زیبا. Life is a collection of little moments. زندگی مجموعه از لحظه های کوچکه. که این لحظه زیبایی دو نفر هستش که واقعا با هم یک لحظه زیبایی رو دارن انجام میدن. و اون گزینه که گفتم برای فارسی نویسی که چه کار باید بکنیم. خب برای فارسی نویسی اولین که ما به برای این گزینه باید به قسمت ادیت بریم، در قسمت منو، پرفورمنس و تایپ. خب ما این قسمت رو انتخاب کردیم، گزینه پرفورمنس که باز شد تو قسمت تایپ. این گزینه اول که شما موقعی باز میکنید تو این گزینه، تو این قسمته کلان ایست آسیان. گزینه پایینی رو انتخاب کنید و اوکی رو بزنید، فتوشاپ رو ببندید، دوباره باز کنید و فارسی رو اجرا بکنید. هر سوالی بود حتما توی گزینه یا دایرکت حتما بپرسید تا کمکتون بکنم. تا اینجا کافیه، امیدوارم که لذت برده باشید. یک مرور رو میکنم که چی رو یاد گرفتیم. اول گزینه تکس، ما تکس رو یاد گرفتیم که چجور بنویسیم، فونتش رو تغییر بدیم، یعنی فونت های دلخواه ما انتخاب کنیم. ببینید که اینجا یک گزینه بنام فونت و فونت های مختلف چه فارسی و چه انگلیسی که من مجموعه شو براتون قرار میدم که توی قسمت فونت برای خودتون ذخیره بکنید و سیستمتون اجرا بکنید. و این قسمت شما میتونید حجم فونت رو بستگی به اون نوع فونت داره، مثلا این اسم این فونت مثلا آی راید عربی که مثلا این گزینه رو داره که شما حجمش رو بالا پایین تغییر بدید، ولی بعضی فونت ها نداره، ولی خب اکثریتشون دارن. گزینه بعدی توی آپشن بار مال تکست کلاً سایزش هستش و اینکه در خصوص حالا وسط بودن، از چپ به راست بودن رو بهتون نشون میده این قسمت، وسط بودن و از چپ به راست بودن که انگلیسی بیشتر حقیقتاً در خصوص اصول زبان از چپ به راست هستش. و اینکه رنگ این فونت، من تکست رو دوباره میزنم، رنگ تمام، حتی میتونید اینجا یه خلاقیتی به کار ببرید. من اینجا سفیده، اینجا رو با یک سبزی انتخاب میکنم، لایف رو سبزش میکنم، بسیار زیبا. کنال لیدل یا مثلا این لیدل رو منظورم، لایف لیدل، زندگی، دوباره همین سبز رو انتخاب میکنم و یک رنگی براش انتخاب میکنم. خیلی زیبا. Life is the collection of little moments که میتونید خیلی خلاقیت خودتون رو به کار ببرید. این یه مورد. بستری که بیسی که برای این نوشته اجرا شد توی قسمت این گزینه شیپ سازی هستش که توی کلا مستطیل دورگرد من انتخاب کردم. میتونید از دایره استفاده کنید، میتونید از هر چیزی انتخاب، از مستطیل معمولی هم میتونید استفاده بکنید و بیارید پایین متنتون قرار بدید. میبینید توی لایه ها پایین متن قرار گرفته، من بالا بذارم متنم میره زیر بستر مستطیل. پس اینو حتما در نظر داشته باشید که این هم از شیپه که میتونید رنگش رو تو لایه ها تو این قسمت کلیک بکنید. تو این گزینه که الان دارم از موس نشون میدم کلیک بکنید، این رنگ انتخاب باز میشه، میتونید اینجا رنگش رو تغییر بدید، کد رنگش رو، و اینجایی که میتونید باش تغییر بدید، یا اینکه یک رنگ از توی خود عکس انتخاب کنید. من مثلا میتونم با استفاده از پیراهن این دختر استفاده بکنم، یک قسمتی از یک چیز تیر، یا رنگ موهاش، یا رنگ همون سبز جنگلی که انتخاب کردم، حالا سبز رو بیشتر. خب تا همینجا کافیه، امیدوارم که لذت برده باشید و این پست رو سیو کنید برای خودتون و بفرستید برای کسایی که واقعا فتوشاپ رو دوست دارن. تا قسمت بعدی موفق و پیروز باشید. دوستتون دارم و عاشقتونم.